بینندگان مردم تیوی در سراسر جهان. من پرویز مینوی هستم، روزای سه شنبه به وقت واشنگتن از ساعت 5 تا 6 در تلویزیون مردم تیوی در خدمت آقای پارسا سوری در این تلویزیون در خدمت همیهنان عزیز هستم. امروز که این برنامه رو خدمتتون تقدیم میکنم روز چهارشنبه است و برابر است با 24 شهریور ماه 2016 میلادی و برابر است با 14 ببخشید 2575 هخامنشی و برابر است با 14 سپتامبر 2016 میلادی. این برنامه رو معمولا جناب پارسا روزای سه‌شنبه که هستش ضبط میکنم و چند بار تکرار میکنم، در آخر هفته هم تکرار میکنم و بعدم توی فیسبوک و یوتیوب و اینها قرار میده که در دسترستون تا یه مدتی باشه. ببینید همونطور که گفتم امروز 14 سپتامبر یا سپتامبره. چند روز، سه روز پیش روز 11 سپتامبر بود، سپتامبر 11 بود، چون در امریکا وقتی شما بخواید امرجنسی زنگ بزنید، به پلیس زنگ بزنید، به آتش‌نشانی زنگ بزنید، یه اتفاق ویژه‌ای افتاده باشه، شما بخواید زنگ بزنید به 911 زنگ بزنید، به 911. چون به 911 زنگ بزنید، اینا اومدن روز 11 ماه 9 گرفتن، یعنی تاریخی میشه 911، یعنی درست همون شماره اورژانس و امرجنسی میشه. ولی یک نقشه کشیدن آقایون به اصطلاح القاعده، گروه القاعده به رهبری آقای بن لادن، یک نقشه کشیدن که 4 هواپیما مسافربری رو از توی هوا رمودن و این 4 هواپیما مسافربری 16 نفر مأمور این کار بودن، یه نفر نرسید. اینا تقریبا اکثرشون اهالی عربستان سعودی بودن و حالا هر کس در این مورد یه چیزی میگه دیگه، این بازار شایعه داغه، 4-5 نفر آدم کشته شدن، ما شایعه درست میکنیم. یکی آقا کار خود امریکاست، من خودم شنیدم توی رادیو امریکایی که من توی ماشین که حرکت میکنم، چون من کارم اینه که باید برم سیستم های آتش نشانی رستوران ها اینسپکشن کنم. اینسپکشن یعنی به فارسی میشه معاینه، یعنی باید برم زوایاش نگاه کنم، مطمئن بشم که درسته و اگر به نظرم کاملا درسته یه تگ جدید میدارم که در این تاریخ من آمدم اینجا رو اینسپکشن کردم. و چون رستوران ها در سراسر شهر هوستون و ایالت تگزاس پخش و پلا هست، پس بنابراین من من زندگیم نصفش دور پشت فرمون نشستم، نصفش هم میرم بالا نردمون، چون سیستم ها معمولا در آشپزخونه ها در طبق قسمت های بالای دیوار نصب شده که مثلا محل عبور و مرور رو نگیره، باید نردمون بذاریم بریم اونا رو بکنیم. کارمون اینه که اول سیستم ریلیز میکنیم، یعنی اول سیستم خلاص میکنیم، یعنی اون چیزی که باعث حرکتش میشه اون در میاریم، این بهش میگن کارتریج، اون کارتریج در میاریم، سیما رو شغل میکنیم، اون کیبلی که کشیده شده شغل میشه، میریم فیوزاشو عوض میکنیم، نگاه میکنیم، به هر حال دیگه حالا همه جاهاشو نگاه میکنیم، بعد دوباره میاریم. منظورم اینه که به هر حال اینجوریه دیگه. خب حالا با این تفاصیلی که گفتم، این روز 11 سپتامبر 11 یه روزیست که حرکتی من توی ماشین که بودم، توی معمولین که باشه هستم، رادیو اخبار امریکایی رو گوش میدم، یه نفر اومد رو خط از اون منشی برنامه گفتش که خود امریکا این کاری کرده. طرف گفتش که باشه من قبول میکنم، خیلی همون طرف وارد بود خونسرد، گفت من قبول میکنم، هر شما درست فکر میکنیم که فرض میکنیم که امریکا این کاری کرده. خب حالا بگو ببینم که کی این کاری کرده، یعنی امریکا از امریکا که این کشور امریکا که نمیشه همه با همین کارو کنن، یعنی گروه یه نفر یا یه گروهی بعد این کاری، آیا جورج بوش خود شخصا این کاری کرده، آیا مثلا دیک چینی رفته اونجا مثلا بمب گذاشته منفجر کرده، آیا پلیس گفتن برو این کارو بکن، آیا ساواک گفتن برو بکن، آیا اف بی آی رفته بکن، کی کرده؟ فعلا به من بگو این کی، به نظر تو این کارو کی کرده؟ واقعا خب این
ما همیشه همه چیز رو توطئه میدونیم دیگه، اینم یک چیزی رو توطئه میدونیم. ما دیدیم، من تو آخه توی تلویزیون دیدیم که اون هواپیما اومد اونطوری رو خود به برج رفت تو، بعدم چند مدت چند دقیقه بعدش یکی دیگه اومد به اون یکی برج خورد رفت تو. و اینا به خاطر اینکه اونجا در اطراف اون منطقه توریست زیاده، مردمانی که تو خیابون در میشدن توریست بودن دیدن یه هواپیما مسافرگر پایین زمین حرکت میکنه، فیلم گرفتن. به نظرشون عجیب اومدن بود که مسافری چرا اومده تو شهر به این پایینی حرکت میکنه، چرا که هم به فیلم کردن و دیده رفت خورد اون تو. بعد دومی خورد، بعد یکی هم خورد به پنتاگن، یکی هم خورد به سقوط کرد، یکی چهارمش سقوط کرد توی پنسیلوانیا سقوط کرد. یعنی چهارمیش اینطوری شد که اون مسافرها فهمیدن که هواپیما رو دارن میرو باین که ببرن بزنن به کاخ سفید، لذا درگیر شدن دیگه، از جانشون گذشتن، گفتن بالاخره ما که باید کشته بشیم، حالا بذار قدر نداریم اینا کارشون رو بکنن. و جلوشون گرفتن و از طریق تلفن به پایین خبر دادن که چه کاری اتفاقی داره میافته. آقای احمدی‌نژاد وقتی رئیس جمهور بود میامد توی سازمان ملل سخنرانی کنه، یکی دو دفعه گفتش که این کار خود امریکا بوده. و اصلا بن لادن بهش نامه نوشتن، من نامه‌شو چاپ شده تو روزنامه خوندم. آقای بن لادن نوشته بود آقای احمدی‌نژاد ما این همه زحمت کشیدیم این کاری کردیم، تو میگی کار خود امریکا بوده، آخه یعنی چی؟ خب واقعا اگر اینطوری بود، خب باید اگه خونه منو بخوام یه نفر بمب بذاره، خب باید بیاد یه دریلی بیاره، یه چیزی بره سوراخ کنه پایه‌ها رو، بذاره توش دینامیت بذاره، یه کار بذاره. خب من نمی‌فهمم دیگه چطور میشه که اون همه مردمی که تو اون برج‌های دوقلو می‌رفتن می‌اومدن، این همه مثلا فرض کنیم که افراد و محافظ و مراقب و دوربین و فلان و دوربین عکس برداری و فیلم برداری فلان، هیچ کسی چی ندید، کی اومد کجاش کرد؟ آخه اصلا به هر جور نمید، این ساختمون اصلا پله پله افتاد پایین، یعنی میدونی چه جور افتاد پایین. این هواپیما، اینا هواپیما رو وقتی رو بوده بودن که پر از بنزین بود، این هواپیما رو بر رو بوده بودن که مسیر طولانی باید میرفته و پر از بنزین هم بوده، و در همون آغاز حرکت این هواپیما رو بودن زدن به اون برجا. هواپیما با بنزین بسیار زیاد رفت اون تو، اون بنزین به هوا منفجر شد، آتش بسیار قوی به وجود اومد که به شکل انفجار که اون آهنایی که اون مثلا بود ذوب شد. وقتی ذوب شد، مثلا فرض کنیم که طبقه دهم رفته تو، وقتی ذوب شد طبقه دهم ذوب شد، پس طبقه 11 افتاد رو طبقه 9. این طبقه 11 که روش باز طبقات دیگری با اون همه وزن، وقتی سقوط کرد این طبقه 9، خب طبقه 9 بعد خورد شد و همینطور این سقوط ادامه پیدا کرد تا تمامش ریخت زمین. اگه بخوام مثلا فرض کنیم که با دینامیک این کارو بکنم، با انفجار این کارو کنم، باید چون تمام طبقات مواد انفجاری گذاشته باشن و این مواد انفجاری هم باید یه جوری باشه که همزمان منفجر نشه، بلکه یه طبقه منفجر بشه بعد یه طبقه دیگه. این کارا آخه نمیشه. پس اون هواپیما ها چی بودن که خوردن به این برج ها؟ یک کسی همین چند روز پیش شده بودیم میگفت دلیلش بگم براتون چیه، دلیلش گفتم بگو، گفت دلیلش این دو ساختمون که سقوط کردن، یه ساختمون دیگه همون ورتر سقوط کرد. این چه دلیلی میشه که یه ساختمون دیگه ورتر سقوط کرده؟ اولا از کجا ما میدونیم یه ساختمون ورتر هم سقوط کرده؟ در ثانی خب اگر بنابراین این دو ساختمون سقوط کنه، اینجا دینامیت گذاشتن، اگر اینجا اون یک ساختمون اون طرف تر دیگه چی بوده که اتفاق افتاده؟ برحال افسانه بافی برای ما خیلی چیز دیگه، خیلی قویه. دایتا ناپلون یادش به خیلی خلقیات ما ایرانی ها رو خوب نشون میداد، شاخهای نسترن شکسته بود، میگو کار انگلیسی هاست. ببینید من صحبت میکنم با یکی از سرانان عزیزم
درباره اسلام اینا گفتش که خوب سوال مطرح کنه. خب وقتی ما بگیم مثلا فرض کنیم که آقای علی در یه روز 700 نفر کشته، مردم گارد میگیرن میگن دروغ میگی، هرچی هم دلیل بیاره میگن این دلیلات ساختگیه. اما اگه به صورت سوال بگیم خب خودتون میرن تو فکر دیگه. من بهش گفتم اتفاقا من یه تعداد دیاری سوال نوشتم و توی این فکر کار کردم، یک جزوه میخوام درست کنم اسمش شاید بذارم 80 سوال. البته باید مرتبش کنم، توی این سوال ها عقب جلو، مثلا یه سوال راجع به کشتی نوحه، یه سوال مثلا راجع به حضرت علیه، یه سوال راجع به خلقت آدم و حواس. پس بنابراین اینا رو باید منظم کنم که از اون بالا از خلقت آدم و حوا بیام پیغمبران تموم کنم، بیام به اماما و بیام به حضرت عباس و بیام به مثلا فرض کنیم که به اصطلاح امام دوازدهم. مثلا در مورد حضرت عباس سوال ها اینطوریه، خب این که سوار اسب بود و مشک رو به دست راستش گرفته بود و زدن دستش رو قطع کردن و وقتی خون میریخ چجوری پیاده شد دوباره مشک رو گرفت به دست چپش و دوباره سوار اسب رو حرکت کرد، بعد هم که دست چپش رو زدن اینم انداختن چجوری پیاده شد و چجوری مشک رو گرفت به دندونش دوباره چجوری سوار شد، اینا سوال دیگه. یا مثلا در مورد امام رضا، امام رضا چجوری با آهو حرف زد در باورهای دینی یا فقط سلیمان میتونست با حیوانات حرف زدن، میگه هیچ که نمیتونست حرف زدن، چطوری امام رضا با آهو حرف زد؟ الو الو کوشی آقای پارسا صبحی مدیر مردم تیمی روی خطن. آقای صبحی خیلی لطف کردی به برنامه خودت. خواهش میکنم، ممنونم از شما، مثل همیشه دارم از برنامه تو لذت میبرم و یاد میگیرم. شما در اعلام برنامه گفتید سه شنبه برنامه پخش میشه از تلویزیون، البته سه شنبه هم پخش میشه، ولی برنامه شما چهارشنبه ها ساعت 5 به وقت واشنگتن و نیویورک زنده پخش میشه، روزهای دیگه باز پخش میشه. حالا حوصله دارید راجع به 9/11 صحبت کنیم یا نه؟ حتما حتما. شما چون دیدم اهل سینما هستی و خیلی هم وقتی درباره فیلم ها توضیح میدید من لذت میبرم، من یک پرسش از شما دارم. بیا هر چیزی رو که تو تلویزیون ما با چشممون میبینیم میتونیم بگیم که من با چشم خودم دیدم؟ فیلم های مستند باشه؟ آره دیگه مستند. بله. شما چند بار تو تلویزیون دیدید که مثلا یه قطاری با سرعت میخوره به یه پلی و میفته پایین و این آفر نشون میدن اون پشت صحنه این قطار از با بازی کچولوه یا هلیکوپتر منفجر میشه میفته فلان؟ ببینید من اصلا نمیخوام سپتمبر 11 رو زیر سوال ببرم. بله. شاید بهتون میگم من ساعت ها وقت گذاشتم فیلمایی رو دیدم، الان اسمشو میگم اگه خواستید نگاه کنید، به نام لوز چنج یعنی پول خورد. شما اولا نگفتید اون رادیویی که کسی زنگ زد و گفت این کار آمریکایی کار خودشون بوده ایرانی بوده یا آمریکایی؟ نه نه، یک فکر کنم عرب بود، لهجهش یکم میخورد عرب بشه. پس رادیوی آمریکایی؟ رادیوی آمریکایی بود. رادیوی آمریکایی بوده، یه نفر عرب زنگ زده، عرب ها خوب باید توجه چیز کنند زنگ کنند چون خراب کردن. نه شما گفتید 11 نفر 19 نفر بودن، بعد 15 تاشون از عربستان سعودی، 2 تاشون از امارات، دو تا دیگه‌ش هم از جای دیگه و 28 صفحه تازگی ها که اینا نگه داشته بودن منتشر شده و اگه دقت کنید تازگی ها اجازه دادن به مردم آمریکا که بتونن عربستان سعودی، کشور عربستان سعودی رو سو کنن، شکایت کنن، اینها رو به دادگاه برن، همونجوری که چپ و راست تا امروز ایران رو به دادگاه بردن و ثابت کردن و پول گرفتن. ممنوع بود، باورتون میشه که توی آمریکا ممنوع باشه من و شما نتونیم یک کشور و یک کشور عربی اون بر دنیا رو سو کنیم ببریم به دادگاه برای که اینا نفتشون خواهدن؟ جدیدا یه حرکتی را افتاده که آمریکا خودش نفتدار شد و اینا خیلی دیگه منت عربستان سعودی رو نمیکشه. ولی باز برگردیم به 9/11، اون فیلم رو وقتی شما ببینید ثابت میکنه که با همه سوخت هواپیما، با حرارتی که ایجاد شد، شما خودتون کارتون تو حرارت و
مختلفش قشنگ به موقع میزنن و میاد پایین، این بر اون بر خاک نمیشه، ساختمونه رو ساختمونه بغل نمیافته. زندن توی همون نیویورک هر کی به شما گفته درست گفته، به غیرم World Trade Center 1 and 2 World Trade Center 7 هم بود. و حالا شما برید به من بگید صاحبان این ساختمون کیا بودن؟ چرا هیچ وقت با صاحبانش مصاحبه نشد؟ به این سادگی هم که من شما فکر میکنید نبوده نیست. و از آقای کلینتون هم پرسیدن که این کار خودیا بوده، گفت خجالت بکشین و این حرفا رو نزنید. ولی هم من میدونم، هم شما میدونید، هم بینندگان، که آمریکا امپراتوریشو برای که نگه داره دست به هر کار کثیفی میزنه و زنه، از مصدق گرفته، از فیلیپین گرفته، از کشورهای دیگه گرفته، تا حتی به سربازهای خودش به اصطلاح میاد چیزهای و آمپولایی رو میزنه و اینها، که این دیگه دوستان خودشون دارن. من فقط همینو خواستم بگم به دلیل اینکه من و شما تو تلویزیون دیدیم یه هواپیمای خورد به بیلدینگ، برای من هم نشسته بودم دیدم، این دلیل نمیشه که این واقعیت داشته باشه. این حقیقتی هست که اینها به ما نشون دادن، ولی واقعیت نیست. اگه یه روز وقت داشتید راجع به واقعیت و حقیقت هم براتون دور بیدیم. خیلی متشکرم، خیلی ممنون، محبت کردید. فرحال یه برگ جدیدی رو باز کردید. مرسی. خب یک فیلمی بود به نام مارمولک، حتما همه تون دیدید دیگه، فیلم فارسی بود که یک دوزی در مقابل در لباس یک روحانی از زندان فرار کرد. بعد مردم فکر کردن آخوند بردنش توی یه دهی، گفتم بیا اونجا واعظ بشه و پیشنهاد بشه و فلان بشه، ولی این بلد نبود حرف بزنه. بعد میگفتش که برای رسیدن به خدا هزاران راه وجود داره، به اندازه تعداد افراد راه وجود داره که به خدا برسیم، حالا به اندازه تعداد افراد هم باور وجود داره و به هر حال این باورها مختلف دیگه، هر کس هر چیز رو به یک زاویه میبینه و اون دید خودش رو میگه و هیچ آمپر نداره که بذاریم ببینیم که کی واقعا آمپرش میره، میگه نه مثلا این ساعت از همه بیشتره، این بهتره این باور. حالا مطلب دیگری رو من داشتم بگم، داشتم راجع به اون 80 پرسش صحبت کردم که گفتم که یه دفعه بحث اینجا کشید، گفتم که از آقای امام رضا سوال اینه آقای امام رضا چجوری با آهوه صحبت، آقای داستان مطلب اینه که آقای امام رضا دید یک کسی آهوه رو شکار کرده، زنده گرفته، تو تله گرفته، داره میبره که بفروشه آهوه رو. امام رضا رسید بهش، آهوه به امام رضا گفتش که اجازه بده من برم بچه هم شیر بدم، تو زامن من به شما برمیگردم میام اینجا، این شکارچی من ببره سرمو بباره مثلا. امام رضا گفت آقا من دامنش میشم، تو بذار این بره شیر بده بچه هاشو برگرده. سوال اینه خب امام رضا چجوری با آهو حرف زد؟ ما که در اسلام میگیم فقط حضرت سلیمان میتونست حرف بزنه با حیوانا. بعد خب آهو چرا برگشت وقتی میدونست کلش میبارن؟ چرا برگشت؟ حالا آهوی که برگشت شیر داد بچه هاشو برگشت، خب فرداش کی به بچه ها شیر میده؟ خب یه شمه آقای امام رضا نمیتونست یه دست بکنه تو جیبش پول آهو رو بده، بگه آقا اینو ولش کنه تو بره به بچه ها شیر بده من پولش به تو میدم. اینقدر به اصطلاح وسعت نظر دست و دلباتی نداشت. بعد حالا فرض کنیم که آقای امام رضا یه پول داد این آهو آزاد شد، خب برای آهوهایی که دستگیر میشن و کشته میشن و تو تله میفتن و بچه دارن تکلیفشون چیه؟ به نظر شما این قانون امریکا از همه امام رضاهای ما بهتر نیست که میگه در فصلی که اینا حامله هستن یا بچه شیر میدن شکارشون ممنوعه و شکار در فصلی که اینا بچه هاشون بزرگ شده و یا حامله هم نیستن؟ این بهتر نبود که امام رضا یه دونه آهو رو زحمت کشید یه روز اجازه داد داره شیر بده به بچه هاش؟ خب یه شب وعده شیر دادن به بچه ها چه فایده داره؟ این که همیشه که نمیتونست بده، یه دفعه شیر دادن شب شیر داد اومد اونجا قول داده بود بیاد خودش رو تحویل بده، تحویل داد، خب فرشا بچه ها شیر رو ندارن میمیرن دیگه. بعد این سوال هم این 80 سوال هم حتما درست شد از آقای
پارسا سوربی هم کمک میگیرم یه جوری یه جایی بذاریم که همه بتونن اگه علاقه مندن استفاده کنن. ببینید یک نامه‌ای نوشته آقای نوریزاد. آقای نوریزاد یک کسی که تو ایران زندگی میکنه، آقای محمد نوریزاد. داستان از اینجا شروع میشه که آقای نوریزاد نوشته که من یه روز تو خیابون داشتم میرفتم، یک خانم آقای میانسال به من برخورد کردن که آقای مسن‌تر بود، با اسوار میرفت، خانم یه کمی سرحال‌تر بود. خانم من گفتش که ما به شما مشکوکیم. آقای گفتش که نه و فلان اینا. من گفتم چرا چی شده فلان. آقای میگه نذاش خانم صحبت کنه، کشید خانمشو بردش دیگه. ولی خود آقای نوریزاد میگه که خودش توضیح میده، میگه که مشکوک بودن و خانم من اینه که میگه یعنی تو چطوری تو ایرانی و این نامه ها رو می‌نویسی به آقای خامنه‌ای و سرتو نمی‌بردن، الله ما به تو مشکوکیم. خب جای شک هم هست البته، ولی با این وجود که جای شک هست، با این وجود این دلیل نمیشه که نامه نوریزاد رو نخوند و دلایل محکمی رو که بر علیه آقای خامنه‌ای میاره اون بهش توجه نکرد. و من این نامه رو براتون می‌خونم. قبل از اینکه نامه رو بخونم بهتون میگم که ببینید این آقای خامنه‌ای از اول با تقلب اومد ولی فقیه شد. ببینید ما ایرانی ها برای به نظر من گول خوردیم. باز آقای پارسا ممکنه نظرش یه چیز دیگه باشه. به نظر من اون آقای محمد رضا شاه در مجموع خوب بود برای مملکت، در مجموع صنایع پیشرفت میکرد، کشاورزی پیشرفت میکرد، دانشجوها میرفتن خارج درس میخوندن برمیگشتن، تحصیلات از کودکستان تا دکترا مجانی برای همه بود، هر کسی هم پول نداشت دولت بهش کمک های در مقطع دانشگاهی، هر کسی پول نداشت دولت بهش وام شرافتی میداد، نمیدونم میگو برو درست رو در خواهد تحصیل میدم، کمک هزینه نمیداد، بسیار از دوسته چهار رای بهشون پول میدادن که دانشجو بتونه خودش رو بکشونه و درستش رو بخونه. و دانشجو هم که رفتن آزاد هر هیچ تعداد زیاد داره در همه درگش نمیدن، ولی بیشتر کشورهای پیشرفته جهان تقریبا تمام اروپا بلوی امریکا از ایرانی ها ویزا نمیخواستن، هر وقت هرکی بخواست پاشه پا میشد میرن. ما اون پادشاه محمد رضا شاه به علت اینکه جلوی ابرقدرت ها وایستاد و یه وقت دارم اشتباه کرد، به آمد گفتش که نفت و من از اون فلان تاریخ میخوام خودم دیگه تو پمپ بنزینا به مردم مستقیما بفروشم، و یکی هم که دست رو گذاشت اینجا گفت نوبت حکومت شما چشم آبی ها تموم شد، نوبت حکومت ما چشم سیاه ها رسیده. و بعد هم میدم خب اینا بلد نیستن کشورانشون اداره کنم، بیان من اداره بکنم. البته خب یه مقدار دوچار خودبزرگبینی شده بود که این حرف رو میزد، و همین خودبزرگبینی باعث شد که آقای کارتر اون شب کریسمس که در ایران بود سخنرانی کرد و گفت بین همه حرفاش گفت شما بزرگترین رهبر جهان هستید. و آقای محمد رضا شاه باید یه فش میداد و میگفت مرد که چقدر من دو خوازی دروغ شندونه زیر بقلا میذارید. بنابراین ما رو سرم کنه رفت، ما رفتیم این بی بی سی رو بود کنیم، بلکه بی بی سی همیشه مخالف ایرانه، بی بی سی هیچ وقت منافع ایران رو نمیخواد، همونطوری که آقای سورگو و آقای امریکا هم به همش به فکر منافع خودش و هر وقتی میگیشه منافع خودش رو حفظ کنه، ولی نفرت نداره مردم ایران. موسکو هم میخواد همیشه منافع خودش رو حفظ کنه، پکن هم همینطور، پاریس هم همینطور، ولی نفرت نداره ایران. ولی این لندن انگار زمینی که میخواد منافع خودشون حفظ کنن نفرت هم دارن هم مردم ما از مردم ملت ایران. مثلا من کتاب دارم، مدرک دارم، زنه دارم که عمدن در ایران قحطی رو پا کردن که مردم ایران بمیرن. چند میلیون مردم ایران در جنگ جهانی از قحطی کشته شدن، قحطی که انگلیسی ها ایجاد کردن، اومدن گوسفند و گندم از ایران خریدن ببرن به سربازاشون توی مثلا هندوستان بدن. خب این رو از هندوستان بخرن، پاکستان بخرن، پاکستان که چند موقع نبود میشه از هندوستان بخرن. چرا از ایران مواد غذایی خریدن بردن هندوستان بدن به سربازاشون؟ تنها به دلیل چه همی که مردم ایران دچار قحطی بشن و از بین برن. حالا پایتون این نامه آقای نوریزاد رو میخونیم و ببینیم که چه مطالب واقعا یک چیزهایی رو افشاگری هایی کرده که عجیبه واقعا. عنوانش هست که ما به شما مشکوکیم. آقا من این نامه رو از
مجله میخونم به نام مجله بیداری. این مجله بیداری آقای سیاوش لشکری منتشرش میکنن. این مجله سال اجازه بگم سال چندومه؟ سال 16 همه. 16 ساله که این مجله منتشر میشه. یعنی 16 سال منتشر میشه، یعنی قبل از اینکه آقای فرود و فولادمند بیاد توی برنامه، قبل از اینکه پروفسور انصاری بیاد، قبل از اینکه رضا فاضلی بیاد، قبل از اینکه آقای امیدوار بیاد، قبل از اینکه شایان کاظمی بیاد، قبل از اینکه پرویز مینویی بیاد، قبل از اینکه آقای پارسا سلطانی بیاد، این مجله بود و افشاکری میکرد و میگفت که این چیزایی که میگن از آسمون اومده، این قانونایی که میگن از آسمون اومده دروغ میگن، خود اون یارو ساخته میگه از آسمون اومده. این مجله اگر بهشون زنگ بزنید یکی دو تا مجانی براتون میفرستن که شما میخونید، اگر خودتون اومد دوست داشتید آبونمان میشید، یه پول میدید که براتون مرتب هر شماره بیاد. اگر هم دوست داشتید خب تو شماره رو مجانی خوندید دیگه، ضرر نکردید که، هیچ سعودی هم به وجود نیمان که شما این دو شماره رو مجانی خریدید باید حتما آبونمان میشید، نه، دو شماره همینطور برای شما مجانیه، شما میخونید اگه دوست داشتید آبونمان میشید، اگه دوست نداشتید هیچی. شما تلفن شما میخواید یادداشت کنید، من میگم هستش 858 310 2013. یه بار دیگه میگم اشتباه نکرده باشم، بله من بود انگار اشتباه هم گفتم، بله تلفنش هستش، بله از حفظم تلفن شو، ولی حالا یه دفعه شک میکنم، بله همون شماره که گفتم 858 320 2013. یه بار دیگه میگم 858 320 2013. اینا حالا این همین اینجا این صفحه اولش اینجا نشته آقا ما به شما مشکوکیم. نامه 34 محمد نوریزاد به خامنه ای قسمت دوم مانده از شماره پیشین. این نامه مفصله، یه قسمت که قبلا نوشتن، یه قسمت که حالا نوشتن، یه مقدارش هم مونده که بعدم نوشتن. خوب آغازش خوب توجه کنید. پیش از پیروزی انقلاب من این خبر رو با یک واسطه از شخص آیت الله نوری همدانی شنیدم که گفت. آقای نوریزاد میگه من با یک واسطه آدم مبصر از آیت الله نوری همدانی شنیدم و چون اطمینان دارم به اون واسطه پس بنابراین خطی میدارم، شنیدم که گفت انفجار سینما رکس آبادان کار ما بود، کارکنان صنعت نفت در آبادان باید دست از کار میکشیدن و به اعتراضیون میپیوستن، این انفجار کارکردش همین بود. خشم ناشی از انفجار سینما رکس آبادان که مردم فکر میکنن کار شهابت سابق است، مردم را به همان راهی برد که ملایان میخواستند، بیان که ملایان بدانند خودشان عروسک دستهای پس پرده هم. به یکی از عکس‌های دوران پس از انقلابتان نگاه کنید، عکس شما را من برای خودم بکشو در صفحه برد کنم، عکس شما را که در جمع ملایان و همراهانتان نشان میدهد، از میان آنها همه ملا تنها شمایید که هم زنده مانده اید و هم ساعت به ساعت بر مراتب ملکوتی و کهکشانی شما افسوده می شود. دیگران یا به یک جوری اعدام شدن یا در زندان به اعتراف و غلط کردن مجبور شدن یا به خارج گریختن یا دق کردن و مردن. آنها که ماندهن در حاشیه و ترسیدن که در برابر خورشید درخشان شما دیده نمی شود. چرا آقای مطهری کنار زدن یکی از رقبای حتمی جناب شما بود؟ ببینید میگه که اگه آقای واقعا نمیگه اگه آقای مطهری بود که آقای خامنه‌ای به جای خامنه‌ای نمیشد که، مطهری میشد خطا، مطهری سوادش از این همه آخونده بیشتر بود.
اگر متعریضه نمیماند خورشید جمال شما فرصتی برای درخشش پیدا نمیکرد. رقیب دیگر شما آقای بهشتی بود. بهشتی مثل جناب شما اهل جنگ در یمن و عراق و سوریه نبود. بلافاصله پس از پیروزی انقلاب قطار کشتار ملایان حاکم به راه افتاد و شما مرتب در سخنان آتشین خود به این قطار سوخت میرساندید و مردم شما را مردم شعارخوار را به نعره کشی و فوران حیاتان فرا میخواندید. شما پس از آن که مزاحمین را یکی زدید و کشتید، ببینید آقای محمد نوری‌زاده میگه آقای خامنه‌ای شما مزاحمین رو زدید یکی یکی کشتید، یعنی شما خدای رقیب رو کشتید، شما وسایل کشتنش رو فراهم کردید، کشتید رقیب ملاهای حاکم، یعنی نهضت آزادی ها که هم کت و شلواری بودن و هم از شما باسوادتر بودن از میان برداشتید. شما در نابود کردن نهضت آزادی نقش محوری داشتید. خوب توجه کنید، ببینید آقای نوری‌زاده میگه روسهای داخل سپاه، روسها یعنی منظور کمونیست هاست، روسهای داخل سپاه با هیجان آوردن دانشجویان خط امامی استخبارات امریکا را تسخیر کردن. شما با سخنان هیجانی خود این تسخیر را به حساب دست به یخه شدن با امریکا گذاردید، بیان که بدانید درست در همان رای می روید که روس‌ها برایتان تدارک دیدن. حذف شعار مرگ بر شوروی و حذف واژه شرق از شعارهای نه شرقی نه غربی از عربده‌های دمکار جناب شما بود. دلیلش را نیکتر از همه ما می دانید. سپاه و اطلاعات در تسخیر روس‌ها، کمونیست‌ها و اسرائیلی‌ها بودند. نه ملایان از سیاست چیزی می‌دانستند و نه پاسداران که در این سلامت همشان از پخمه‌های عالم سیاست بودند. ورود به جنگ 8 ساله کاملا با نقشه روس‌ها و با هماهنگی امریکا و اسرائیل صورت پذیرفت. این جنگ مقدمه‌ای بود برای حضور قدرت‌های بزرگ در منطقه و نقشه راهی بود برای به هم ریختن مرزهای جغرافیایی تمامی کشورهای اسلامی منطقه. صدام با قلچماقیش و ملاهای ایران با مرزهای فندقیشان سفره جنگ 8 ساله را گشودن و سرمایه های پولی و انسانی هر دو کشور را از بین بردن. نقش شما یعنی خامنه‌ای در این ورطه این بود که شوروی و بعدها روس ها را از مدار نفرت مردم بیرون بکشید و به جایش نفرت قلید بر امریکا را بنشانید. جنگ پایان گرفت، امام رفت و شما رهبر شدید. بیان که طبق قانون مجتهد باشید، شما رهبر باشید، شدید بدونی که برخلاف قانون میگه باید رهبر مجتمع جامعه شرایط باشه، شما نبودید. اصلا آقای خمینی چند ماه قبل از مرگش من یادم دقیقا، شادم بازم نوشتش پیدا کنم برزون یادم بکنم، گفتش که من اگه بمیرم از خود من خیلی میان خیلی حرفا رو میزنن، هیچ باور نکنید مگر اینکه من نوشته باشم امضا کرده باشم. ببینید آقای خمینی وقتی همه خیابونای از میدون شهریار تا میدون فوزی خیابون اصلی و فرعی همه پر شد از جمعیت، به همه گفتن ما همه سرباز تویم خمینی، خب یعنی اون در واقع از طرف مردم انتخاب شده بود. حالا مردم گول خورده باشن، گول خورده بودن بمانند، مردم گول خوردن اجازه دادن لنین استالین بیان، مردم گول خوردن اجازه دادن هیتلر بیان، خیلی وقتا مردم کشورهای خیلی پیشرفته در ما هم گول میخورن، ما مردم خاورمیانه که خیلی راحت گول میخوریم دیگه، انقدر از موارد گول خوردن هست که اگه موقع مکرم 10 ساعت میتونم در بارش حرف بزنم. همین افغانستان پادشاهش میخواست این کشف اجابی که در ایران انجام داد، آقای رضاشاه انجام داد، قبلا در افغانستان میخواستن انجام بدن، متأسفانه یه کسی بهش گفتن بچه سقا
فریاد زد گفت اسلام از دست رفت، ناموس از دست در مردم، ای افغان ها چیکار این نامرد شدید، بیچاره شدید، بیغیرت شدید، لباس و غلام ها افغان ها نمانه چیکار کنیم، ما شو اصله نداریم. گفت من فکرشو میکنم. خوابید فردا آمد گفت من خواب دیدم فلان جا رو بریم بکنیم اصله در میاد. رفتن کندن اونجا اصله بود، اصله بود که انگلیسی ها دفت کردونن چهار روز قبلش اونجا کردونن تو زمین. گفتن پول آوریم، گفت بریم فلان جا بکنیم من خواب دیدم اونجا پوله. رفتن کندن پول دارم، یعنی گول زدن مردم که کار نداره، خیلی راحت میشه گول زد. الو دوباره دوباره گوشی آقای سوربی روی خط هستن، چرا به سوربی لطف کنید بفهم مطالبتون استفاده کنید. میگم قول میدم دیگه زنگ نزنم قبل. چرا از من ببینید آقای مینوی، برادر شما ایران کشور آزادی هست و آقای خامنه ای آدم دموکراتی هست یا ایران کشور آزاد نیست و این آقای خامنه ای هم دیکتاتوره؟ صد درصد دیکتاتوره. حالا شما میتونید به من بگید توی کشور دیکتاتور آقای نوریزا که خود من دو بار باشون مصاحبه کردم، بله، چجوری این چیزا رو میگه و برای خودش هم میچرخه و میره مسافرت؟ حالا فرض کنیم که نوریزا اصلا عامل خود آقای خامنه ایه، حرفایی که میزنه حرفای درستی ما گوش بدیم دیگه. خب توی سیاست دهی میگن سوپا به اطمینان. حالا بذار برسمش بزن سوپا به اطمینان. اگر سوپا به اطمینان یک حقایق رو روشن میکنه بذارید روشن کنه. دقیقاً همینه، من میگم ای کاش شاه یک صدومه اینا خونده به در سختگی و زیرکی داشت، میذاش مردم حرفاشون رو بزنن دلشون خنک بشه. حتما شما هم شنیده میگن تو ایران ها تو اتوبوس همه فوش میدن، تو تاکسی همه فوش میدن، خیلی جالبه نیست؟ همه فوش میدن ولی هیچ اتفاقی انجام نمیفته. چرا؟ سوپا به اطمینان بازه، این دیگ منفجر نمیشه. شاید اشتباه کرد، سوپا به اطمینان رو بس نیروها رفتن در زمین، دانشجوی که میخواد یک کتاب مهدی نمیدن سمت به رنگی به اون و فلان رفت با اصله. ولی ببینید آخوندهای پدر سخته چه کار کردن؟ همون دانشجو بعد از 50 سال سازمان مجاهدین اسلحه و توپ و تانکشون گرفتن تو صحرای عراق در به درشون کردن، بزرگترین کاری که اینا میکنن یه ویدیویی بسازن مسخره کنن، ما بخندیم بگیم عجب ویدیویی بود. این یک. شما یه نکتهای گفتید خوشحالی کردید از بیداری، همیشه هم این کار میکنید آقای بیداری. سیاوش لشکری اگه اشتباه نکنم ایشون ولی شما تو آمارهایی که میگفتید گفتید قبل از فولادوند فلان اینا همه رو درست گفتید، فقط درباره من بیشتر داده این کار دارم انجام میدم. و شاید همونجوری شما ایشون 18 سال یه روزه بله نه شما مثلا گفتید 16 سال، نه 18 سال، من گفتم 18 سال فکر کنم گفتید 16 سال در از رو هم من با آقای لشکری سلام برسونید بهشون بگید که من هم مجلش رو نشون دادم، هم شما رو تلفن هم ایمیل آدرس و چقدر کار درستیشون انجام میده. دور شما دو تا نمونه رو میفرسته، حالا اگه کسی خوشش میاد انصافا کمک مورد مالیش هم اجازه میده آبونه بشه و اینو بگه. بازیشون یه کاری کرده برای اونایی مثل من که خیلی فقیر هستن و ندارن، اینا رو میذاره روی اینترنت که اونا بتونن بخونن. من لینک اینترنتیشون رو زیر ویدیو شما روی فیسبوک میذارم. ببخشید دیگه امروز بهتون زنگ. نه شما راست میگید، 18-16 سال بعد شما دو سال قبل از اینشون هم تو کار میکردی درست؟ در صورت ممنونم از شما و از آقای لشکری و از دیگر دوستانی که میان افشاگری میکنن، روشنگری میکنن در حقیقت و من به نوبه خودم ایست. حالا تا شما رو خطید من بگم، ببینید آخه فرقش میگن شاه این من اوایل انقلاب یه مثالی در آوردن، مثال قشنگ بود، گفتن شاه اگه 100 نفر بیان تظاهرات کنن تفنگ میزنه یکی رو میکشه که 99 تا در برن. اینا 99 تا رو میکشن تا یکی در بره. آخه اینا یه دفعه مثلا 2-3 هزار نفر مجاهد و یه دفعه در 2-3 ماه رو کشتن، آخه اینا شوخیشون نمیشه. میگن نزدیک به 30 هزار نفر توی سالهای 67 به دستور خمینی ماجرای اون جنگ مجاهده و اینا کشته شد و من تو برنامه قبلی خودم یه دوست یه ویدیوی فرستاده بود و این ویدیو اینجا تو آمریکا بهش میگن سلف دیفنس، دفاع از خود، بعد ایشون نشون برای برخورد با نمیدونم آخوندهای پدرسوخته و اینا، گفتم آخه دوست عزیز اینا
آفرین بر شما. بسیار خوب گفت. آقای نوریزا که ما رو گذاشته سر کار. من دو بار با ایشون مصاحبه کردم. میدونید ازش پرسیدم خواسته شما چیه؟ گفت چیه؟ چی بود؟ گفتم چیز من و کامپیوتر و وسایل و اینا رو مصادره نه. رد کردن و به من و خانوادم اجازه خروج از ایران نمیدن. گفتن یعنی شما فقط دنبال این دوتا هستید که وسایلتون آزاد بشه و به خانوادتون اجازه خروج بدن. ایشون هم آقا جز خود همونا بوده و چون سهمی بهش نرسیده حالا به عنوان سوکاپ داره کار میکنه. باز شما نقدر برنامه متنبه راجع به مارمولک صحبت کردید، فیلم مارمولک. به نظر شما فیلم مارمولک به ضرر آخونده بود یا به نفع آخونده؟ به ضرر آخونده بود. من دیگر به نفعش بود. حالا یه بار دیگه بشینید نگاه کنید، نشون میده که حتی دوست میره لباس آخوندی رو میکنه برایش، آدم خوبی میشه. اینا اینقدر به در سخته هستن و ماها با چه ودعی رفتیم این فیلم رو نوارش هم خریدیم، اینجا دو سه بار نگاه کردیم، پول باید برگرد تو جیب خودشون. این نشون میده که حتی شما اگه دوز باشی از پول، یعنی اونها احتیاج دارن که من برم این فیلم مارمولک رو بخرم اون پول بده تو جیب اونها؟ نه من براتون لینکش میفرستم الان مجانی رو یوتیوبه. بله من بیاد بیننده من رو چرا باز میخوام اگه من زیاد صحبت کنم، دلیلش اینه که نه سوال شما رو خطیب من بگم سوال شما رو خطیب من به شما بگم که اگه جواب دارید آقا زمان این آقای پرویز ثابتی کتابش نوشته دیگه، نوشته که آقا ما 3600 تا زندانی سیاسی داشتیم، 3000 تاش دوران محکومیتش رو میگذروندن، 600 تا دوران محکومیتشون تموم شده بود ولی ما نگران شدیم برای که این 600 تا فتنه کار بودن، هر کدوم میتونستن یه خیابون یه بازار رو به هم بریزن. ما گفتیم اینا رو نگه داشتیم شاه اصرار کرد که اینا رو آزاد کنیم، اگه دوران محکوم هست هم شده آزاد کنیم، چون صلیب سرخ میخواد بیاد زندان ها رو بینه. ثابتی میگه ما گفتیم آقا صلیب سرخ میره زندان های جنگی رو میبینه، میره مردمی که در یک کشور دیگه زندانی هم میبینه، زندان همون کشوری که نمیره ببینه که شما گفت اینا رو آزاد کنید فلان. منظورم که آخونده با شما فرقش اینه. بعد شما تو صحبت هاشتم گفتید که شاه خوب بود، اگه اجازه بدید من میگم شاه بهتر از اینها بود. و در رابطه با دیدار صلیب سرخ از زندان ها، اگر شما بتونید با آقای دکتر منوچهر گنجی یه مصاحبه داشته باشید که ایشون یکی از افرادی بود که این جاده صاف کرد که اونها بیان. ولی ما ببینید یه جا داریم از قانون صحبت میکنیم. من و شما کدوم گنجی رو میگید؟ یعنی اون منوچهر گنجی وزیر آموزش برقراره؟ بله من دبیر بودم، شما مدیر بودید ایشون. من دبیر بودم. من آقای صاحبی یک نامه دارم از ایشون به عنوان دبیر فیزیک نمونه امضا آقای دکتر منوچهر گنجی. از این شما نمونه هستید. من یک مصاحبه دارم من با ایشون که قبل از اینکه با تلویزیون اندیشه و اینها این روزا صحبت کنن 15 تا 20 سال 2001 توی برنامه من از تلویزیون رنگارنگ به مردم گفتن ملت اگه میخواین ببینید ما چقدر خواب بودیم زمان شاه کتابهای درسی ما رو همین آقای بهشتی شما اسمشو بردید آلمان اومده بود اون آقای قفاری و اینها اینها مینوشتن با هنر بهشتی جان آقای با هنر هم مینوشت خدا پدر مادر شما رو بیامرز ولی شما باورت میشه که در زمان شاه سوئیس رفته اجازه بدن به یه آخوندی بیا کتابهای درسی ما رو بنویسه خب این اشتباه بود دیگه حالا هرچی ما میخوایم بگیم شاه خوب بود شاه بهتر از اینها بود ببین آقای سربی من همیشه میگم شاه با همه بدیهایی که داشت سببش تخت ایران بود خب دیگه همه چیزا نسبیه برای همه چیزا نسبیه آقا اینا فردا تذکر میشن که آقا ما هم پیشرفت کردیم مترو آوردیم تلفن بیسیم آوردیم و اینا در اصل که من یه چیزاییش به اصطلاح زمان وقت و زمان و اینها هم دخالت داره من بیش از این مزاحمتون نمیشم آقای مینویی ببخشید دوستان رو بینندم ببخشید دوستان تماس بگیرید آقای مینویی خوشحال میشه بعد آخر برنامه میگه یادم رفت که تماس بگیرید لطف کنید تماس بگیرید نظرتون رو با شما در میون بذارید بازم ممنون از شما آقای سپاسگزارم خیلی متشکرم مرسی خب آقای محمد نوریزاد حالا سپاه به اطمینان یا هر کس ما حرفایی که میگه هوایی که میتر میکنه میخوایم این حقایق رو
بشنوید و بسیار جالب حرفایی میزنه که کمتر جایی میتونیم این حرفا رو شنیده باشیم. و اینجا من حالا دیگه شاید یک دو خطه روزهای داخل سپاه با به هیجان آوردن دانشجویان خط امامی سفارت امریکا را تسخیر کردن. شما یعنی آقای خامنه‌ای با سخنان هیجانی خود این تسخیر را به حساب دست به یخی شدن با امریکا گذاردید، بیان که بدانید درست در همون راهی می روید که روس ها برایتان تدارک در حال بیداریم یه جایی پایین ترش میکنیم. ورود به جنگ 8 ساله کاملا با نقشه روسا و با هماهنگی با امریکا و اسرائیل صورت پذیرفت. این جنگ مقدمه بود برای حضور قدرت های بزرگ در منطقه و نقشه راهی بود برای به هم زدن مرزهای جغرافیایی تمام کشورهای اسلامی منطقه. صدام با قلچماقیش و ملاهای ایران با مرزهای فندقیشان سفره جنگ 8 ساله را گشودند و سرمایه‌های پولی و انسانی هر دو کشور را از بین بردند. نقش شما یعنی آقای خامنه‌ای در این مرحله این بود که شوروی و بعدها روس‌ها را از مدار نفرت مردم بیرون بکشید و به جایش نفرت غلیظ بر امریکا را بنشانید. جنگ پایان گرفت، امام رفت و شما رهبر شدید. بیان که طبق قانون مجتهد باشید. شما خود بگویید من چرا به شما مشکوک نباشم. حالا یه جه دیگهش میکنم، طلاهای از دست رفته در مرز و ترکیه و رویای بمب هسته‌ای و پارو شدن نقدینگی ما توسط روسا و سراسیمیگی شما در شیعه گستری و تحریم های کمرشکن، بالا رفتن از دیوار سفارتخانه ها و پاشیدن اسید به صورت بانوان و قوقای بحرین و بمباران یمن و ویرانی سوریه و حقوق ماهیانه بشار اسد و ارتش وی. حالا یه چیز دیگه میخونم، کپای آتش بر سر امریکا و اسرائیل فرو میباریدید. یعنی شما همش به اسرائیل و امریکا فوش میدادید با اینکه به این هوا که شما تنها شجاع این جهانید. این منم سید علی خامنه‌ای که آشکارا با چشم شما و مردم جهان زدن و مسلمانان چچن را روفتن، شما اما رو برگردانید و هیچ از قتل عام زنان و کودکان مسلمان چچن نگفتید. من تمامی سخنان شما را مرور کردم تا مگر به سخنی و عطابی اخمادود بر بخورم که جنابتان به روسا گفته باشید پیدا نکردم. مشکوک بودن به این میگویم آقا جان، نه اینکه چرا ماموران شما نوریزاد را به خاطر نگارش نامه های چنینیش نمی کشند. بقیه در شماره آینده. این نامه آقای نوریزاد بود که خوندم، خیلی متشکرم که توجه فرمودید. ببینید آقای خامنه‌ای با تقلب اومد به اصطلاح ولی فقیهشون، براتون گفتم آقای خمینی که اومد ما مردم اشتباه کردیم، ولی به هر حال رفتیم و آقای خمینی با اینکه تمام خیابونا رو پر کردیم گفتیم ما همه سرباز توییم خمینی رای. البته بگذاریم که انتخابات اسلامی یعنی دولت اسلامی آری یا نش باز اونم تقلبی بود، ولی که توی دولت برگ آری نوشته بود که قانون اساسی جمهوری اسلامی بعداً تنظیم می‌شود. یعنی ما رفتیم به یه چیزی گفتیم آری که اون چیز هنوز قانونش نوشته نشده، بعداً نوشته می‌شود. من البته نرفتم رای بدم، من خانوادم هیچ کدوم نرفتیم رای بدیم. با روزی گفتن دیگه اگه حقوق داشته باشید حقوق قد میشه، پاسپورت داشته باشید پاسپورتتون خراب میشه، نمیدونم میان فلان علبه، ولی ما نرفتیم هیچ کدوم رای ندادیم. یعنی من و خانواده، من و خانواده و بچه هم نرفتیم. یه بله یه پسرم اون موقع میتونست رای بده، برای که به همین دلیل، برای که نوشته بود قانون اساسی رو رای بدید ولی قانون اساسی این حکومت بعداً نوشته میشه. خب با همین حرف رو گفتن میگم آقای خمینی مشروعیت داشت، برای که مردم اومدن از میدون شهیاد تا میدون فوزیه تمام شاون اصلی و فری رو پر جمعیت کردن و به نفع آقای خمینی شعار دادن. اما آقای خمینی تقلب کرد،
آقای خامنه‌ای تقلب کرد. آقای خامنه‌ای گفت واضح گفت اگه من مردم از قول من خیلی حرفا میام میزنن، باور نکنید، مگر اینکه من نوشته باشم امضا کرده باشم. وقتی آقای خامنه‌ای مرد، آقای رفسنجانی اومد گفت یه روز من با آقای خامنه‌ای نشسته بودم صحبت میکردیم، من گفتم آقای خامنه‌ای اگه وقت شما دست بدید ما کسی رو نداریم. گفت این خامنه‌ای که هست که. بعد گفت احمد آقا اونجا بود. احمد آقا گفت مره. آقای خامنه‌ای گفت اگه من این جای رو من نوشتم امضا کردم نباشه، یعنی من بدون امضای من بدون نوشته من قبول نکنه حرف منو. این دو نفر رفسنجانی و احمد آقا دروغ رو قبول کردن، به خلق مردم دادن. و آقای خامنه‌ای بدونی که مجتهد جامعه شرایط باشه شد مرجع تقلید. وقتی شد مرجع تقلید دیگه روز به روز رود میدوند قدرت یه جوری که صفات بد رو در انسان زیاد میکنه و الان این صفات بد در آقای خامنه‌ای اینقدر زیاد شده که اصلا بدون سیاست کار میکنه. ببینید ایشون میره مثلا فرض کن که حزب الله رو درست میکنن در لبنان، از زمان آقای خمینی رو درست کردن، گفتن اینا یه گروهی باشن که بیخ بوش اسرائیل که جیرخون ما باشن، ارتش ما باشن در اونجا، که اگر ما به اسرائیل جنگ کردیم اینا از اون طرف شروع کنن جنگ کردن. فرق جور در میاد. اما شما میرید توی یمن حوثی ها رو بهشون کمک میکنید برای چی؟ آخه یمن چسبیده به عربستان سعودیه، به ما اصلا ربطی نداره، دوره، خیلی دوره از ما. با وجود یمن در طول هزارها جو بخشی از ایران بوده، همیشه پادشاهان ایران میفرستادن حبشی ها رو از یمن بیرون میکردن، سردار ایرانی میذاشتن اونجا، ولی اون گذشته دیگه، اون سالا خیلی گذشته. الان یمن به قول معروف حیات خلوت عربستان سعودیه، دیوار به دیوار، مرز به مرزه، چسبیده با اونه. تو این با اون اوبوسی ها موشک میدی که بزنن عربستان سعودی بزنن، خب چرا دیوانگی میکنی؟ خب عربستان سعودی هم خب پول داره، امریکا رو متحد داره، همه کشورهای عربی با اسرائیل بد بودن، از برکت رفتار شما آقای خامنه‌ای همه کشورهای عربی با اسرائیل دوست شدن. شما این موشک نوشتی روش نوشتی به زبان عبری نوشتی که باید اسرائیل از نقشه جغرافیا پاک بشه، همش به نفع اسرائیل شد، همه کشورهای عربی باهاش یکی رابطه برقرار کردن، عربستان سعودی با اسرائیل نزدیک شدن. شما به عربستان سعودی فوش میدی آخه یعنی چی؟ منظورت چی؟ آخه چه هدفی داری؟ آخه شما میخواید مثلا فرض کنید رهبر مسلمین جهان بشید. آقا مسلمین جهان میگن شیعه ها کافرن، راستم میگن. مسلمین جهان که سنی ها هستن که 90% مسلمین جهانن، میگن شیعه ها کافرن، راستم میگن. خانم آقایون شما اگه برید قبر پیغمبر رو ببینید صافه، برید قبر امام رضا رو ببینید، این کفره. وقتی سنی ها میگن شیعه ها کافرن، راست میگن. ما میریم به جایی که خدا رو بپرستیم میریم امام رضا رو میپرستیم. ما اگر یک انسان باورمند باشیم، یک مسلمان ببخشید، اگر یک مسلمان باورمند باشیم، خدا رو قبول داشته باشیم، محمد رو قبول داشته باشیم، قرآن رو قبول داشته باشیم، روز 17 رکعت نماز میخونیم، تو هر رکعتش میگن ایاک نعبدو، یعنی من به تو عبادت میکنم، نعبدو یعنی عبدو یعنی عبادت کردم، نعبدو یعنی به تو، یعنی من به تو عبادت میکنم، و یا که نستعین یعنی از تو استعانت یا یاری میخوام. ما هر روز افطار به خدا میگیم من از تو عبادت میکنم، به تو عبادت میکنم و از تو یاری میخوام. بعد میریم وقت ارجا میخوام پاشی میگیم یا حضرت عباس یا علی، تو که الان گفتی من به خدا عبادت میکنم. من اینو گفتم یه دفعه میگم خانم من اینجا نشسته بود در وقت که بخواست پاشدن برایش که مشکل پاش درد میکنه، من کمکش کردم تا نصف راه بردنش، گفت یا علی، آهسته گذاشتم میدونی، گفتم میبین خانم تقریبا معلوم کن من باید کمک کنم یا علی، اگه علی باید کمک کنم باید بگو یا علی یا علی یا علی. آخه این همه خانم آقای گفتید یا علی، یه دفعه یه نفر اومد بگه علی منم اومدم کمکتون کنم.
آخه علی مرده، علی بهش با شمشیر زدن تو کلش، کله خودش نتونست معالجه کنه. خب ما چرا اینجور ساده ای؟ اون پاپ قبلی، پاپ دوتا قبلی، اون ژان پل دوم پارکینسون داشت، دستاش اینطوری میشد، مردم بچه ها که میبردن که این شفا بده، این تلت 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 میزد تو سر کله بچه. بابا آخر خانم آقا اینه که میتونست شفا بده، خودش شفا میداد. فارسی سند داره میگه کله بیار طبیب بودی، سر خود دوانم بودی. آخه ما چرا اینقدر فکرمون باید پایین باشه؟ خب من زیاد حرف زدم، میبخشید. خیلی ممنونم از آقای سوربی که اومدن دوباره روی خط و مطالبشون گفتن، مطالبشون استفاده کردیم. خب ببینید، مثلا اینه که وقتی دو نفر با هم بحث میکنن باید در حرفای طرف مقابل فکر کنن و ببینن خب چرا یه قسمتش درسته اون قسمت رو بپذیرن. اما اگر بحث کردم مثل این باشه مثلا پینگ پونگ بازی میکنی، من توپ بزنم اونوری اونم برگرد توپ بزنم مثلا من دوباره من بزنم به اون بزنم من، نمیشه. ببینید ما یه سری مثلا مثال دادم براتون، آخونده بعضیشون اینقدر در اسلام پیش رفتن، اینقدر مکهی شدن، اهل زیارت خانه خدا و فلان، نه میگن آقا اصلا چرا ما باید فارسی حرف بزنیم؟ ما باید عربی حرف بزنیم که زبان قرآنیه. خودشون پدر و مادرشون باشون فارسی حرف بزنن، خودشون میگن ما باید عربی حرف بزنیم که زبان قرآنیه، که بسا اصلا بلد نمیستن عربی حرف بزنن، ولی در آرزوشون اینه که بتونن عربی حرف بزنن که زبان قرآنیه. آقای جلال آل احمد، آقای جلال آل احمد یکی از نویسنده های ایرانی بود که البته من با سبک نوشتش خوب نبودم، همیشه از غرب بدی میگفت، برگشت به باورهای قدیمی رو توصیه میکرد. خب اون هم برگشت به باورهای قدیمی، یه مقدار زمینه رو برای اسلام خمینی آماده کرد دیگه. ولی یه رو میگه که آقا من عضو کمیته حزب توده بودم، کمیته اجرایی حزب توده بودم، یه دفعه رفتم در حزب توده وارد بشم که در جلسه شرکت کنم، دیدم همه دارن با هم عروسی حرف میزنن، دیگه پا نذاشتم اونجا. آخونده میگه باید دیگه از این بعد عربی حرف بزنیم، اون اینکه توده میگه بریم با هم روسی حرف بزنیم. آخه خودمون رو نباید بفروشیم به روس و مسکو و نمیدونم مکه و لندن و اینا، ما باید خودمون روی پای خودمون باشیم. آخه ما کم ملتی نیستیم، ما علکی به افتخارات گذاشتمون فخر بفروشیم، من آدم که رستم بود پهلوان درست نیست، ولی حقیقت اینه ما 1200 سال آقای دنیا بودیم، آقای نیمی از دنیا بودیم، آقای بزرگوار بودیم. ما دگراندیشان جوری شیوه گرسنه نمینداختیم که اونا مینداختن. چرا اینقدر ذلیل شدیم؟ این ذلیل شدن ما از اسلامه، از دینش، مذهب شیعه. این بذاریم کنار، مگه در دنیا مگه این همه بودایی هست، این همه زردشتی هست، این همه باهایی هست، این همه مسیحی هست، این همه یهودی هست، چه لزومی کرده که ما بگیم حتما مسلمون باشیم؟ اونم از نوع دروغینش. ما میگیم بعد از محمد علیه، ما میگیم عرب ها توی اونجا توی اون واقعه قدیر خون که آقای محمد علی رو گفت هرکی من مولایشم علی هم مولایش باشه، ما میگیم این عرب ها حالیشون اینا عربی نمیفهمن، عرب ها عربی بلد نیست، عربی بلد نیستن که. ما که اون موقع ما مسلمون نشده بودیم، مثلا 30 سال بعد مسلمون شدیم، ما عربی بلدیم، ما میفهمیم که 30 سال پیش محمد گفت هر کی وقتی که من مردم جانشین من علیه. آخه میگن عقل برای همه تون شادی و پیروزی تندرستی رو آرزو میکنم و به هر حال تشکر میکنم که به این عرایت بنده گوش دادید. برنامه من روزهای چهارشنبه به وقت واشنگتن ساعت 5 تا 6 بعد از ظهر، اشتباه کردم گفتم سه شنبه.